پرژن تاپ 10. درودی دوباره خدمت شما دوستان گرامی. در ادامه دو ویدیوی قبلی این بار به نکات ایمنی بعد از وقوع سیل میپردازیم، پس با من کوروش از کانال پرژن تاپ 10 همراه باشید. اقدامات ایمنی پس از وقوع سیل. شماره 1، پس از وقوع سیل از سالم بودن آب آشامیدنی مطمئن شوید. برای اطمینان از سلامت آب آن را حتما بجوشانید. شماره 2، برای احتیاط و حفظ سلامتی خود از خوردن برنج خودداری کنید. شماره 3، وسایل و اشیایی را که در اثر سیل خیس شده و به گلولای آغشته شدن را حتما تمیز و ضد عفونی کنید. شماره 4، سیل باعث خروج مارها و دیگر خزندگان از لانه های خود میشن. پس از وقوع سیل مراقب گزش ها باشید. شماره 5، هرچند که به هنگام وقوع سیل برق و گاز منطقه از اداره قطع میشه، اما باز هم اطمینان حاصل کنید که کنترل برق و گاز رو قطع کردید. شماره 6، همونطور که در ویدیو قبلی اشاره کردیم، اگر احساس میکنید خونتون پایه‌های سستی داره حتما از خونه دور بشید، چون احتمال ریزش ساختمون بسیار بالاست. شماره 7، در این وضعیت نیاز نیست با گوشی خود فیلم بگیرید، به جای فیلم گرفتن به کمک دیگران بشتابید. شماره 8، اگر دیدید کسی در وضعیت جسمانی بدی قرار داره و کمک‌های اولیه رو بلد نیستید، از کسانی که در این زمینه آموزش دیدن سریعاً کمک بگیرید. شماره 9، گودال‌های ایجاد شده از سیلاب و مانده‌های آب حاصل از آن محل و شرایط زیستی مطلوبی رو برای زندگی حشرات ایجاد می‌کنند. برای حفظ سلامت خود بر روی در و پنجره منزل توری نصب کنید. و نهایتاً شماره 10، پس از وقوع سیل برای حفظ سلامت خود به دلیل احتمال شیوع بیماری‌های عفونی مانند هپاتیت A، وبا، حصبه و غیره، مواد خوراکی خود را که به آب سیل آلوده شدن را حتما دور بریزید و اصلاً نگران خورد و خوراک خود نباشید، چون ما مردم ایران در کنار شما برادران و خواهران عزیزمان خواهیم ماند. خب خیلی ممنون از شما دوستان گرامی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. لطفاً اگر پیشنهادی برای هموطنان و همزبانان سیل زدمون دارید، در قسمت کامنت ها به این لیست اضافه کنید. با سپاس از همگی شما دوستان گرامی، تا ویدیوهای بعدی، شب روزتون خوش.